سلام سلام سلام، من مهدی رضوی هستم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های 100 سال تنهایی که هر دو هفته یک بار جمعه ها ساعت 8 شب در خدمتتون هستیم. تکرار برنامه هم شنبه ها ساعت 8 صبح. خوشحالم که بیننده امشب برنامه ما هستید. عرضم به حضورتون انشالله که بتونه برنامه پربار باشه و تا آخر بتونه شما رو جلوی تلویزیون نگه داره. امشب دوباره در بخش دوم برنامه که راجع به مهاجرت و مهاجرین صحبت میشه تلفن ها باز خواهد بود، یعنی تلفن استودیو، و استدعای من از شما دوستانی که احتمالاً میخواهید نظراتتون رو به اشتراک بذارید با ما یا با دیگر بیننده ها اینه که در اوایل بخش دوم که مهاجرت شروع میشه شما تلفناتون رو بفرمایید، به لحاظ اینکه دو هفته قبل آخرین برنامه‌ای که ما داشتیم در سه دقیقه آخر دو تا تلفن اومد که ما شرمنده شدیم و فرصتی نبود که بتونیم این تلفن‌ها رو جواب بدیم، و چون بعد از من هم یه برنامه زنده دیگه است باز این فرصت از ما گرفته شده که ما بتونیم بایستیم و در حقیقت با شما گفتگو کنیم. به هر حال تلفن استودیو باز خواهد بود و ما در خدمتتون هستیم، در خدمت کارشناس برنامه هستیم که بتونیم پاسخگوی سوالات و احتمالاً نیازهای اطلاعاتی شما باشیم. به رغم میل باطنیم دوباره از من خواستن که من یه مقدار، چون سال تموم شد سال 2011، راجع به بحث معاملات مسکن صحبت بکنم. بله دسامبر هم ماه نسبتاً خوبی بود نسبت به دسامبر 2010. من این آماری رو من از MLS گرفتم که میخواستم خواهش کنم اتاق فرمان این آمار رو نشون بده و عرضم به حضورتون ما یه مقدار رو این آمار گفتگو کنیم و بعد برگردیم توی استودیو. همونطور که میبینید ما در دست راست در حقیقت تلویزیون سه شاخص خیلی مهم رو روش میتونیم صحبت بکنیم. این سه شاخص قطعاً میتونه در خرید یا فروش یک ملک مسکونی تاثیرگذار و تصمیم ساز باشه. اولین شاخص تعداد معاملاتیه که انجام میشه، یعنی این تعداد معاملات گویای خیلی حرف هاست. آمار دسامبر 2011 نشان دهنده 4718 معامله است که نسبت به ماه مشابهش در سال 2010 با تعداد 4286 تا معامله رشدی عرضم به حضورتون حدود 18% رو داشته. دومین شاخص میانگین قیمته. باز میانگین قیمت رشد یا تنزل قیمت رو در بازار نشون میده. در دسامبر 2011 این میانگین قیمت، قیمتی که در MLS معامله شده، 451456 دلار بوده که نسبت به ماه دسامبر 2010 با رقم 433523 دلار یه رشدی معادل 13.8% داشته. یعنی همچنان خونه ها قیمتاش با 13% 13.8% رو به رشد بوده. سومین شاخص سرعت فروشه، یعنی از روزی که ما اون ملک رو وارد سیستم اطلاعاتی MLS میکنیم تا روزی که اون ملک به فروش میرسه، به عقد قرارداد میرسه، در دسامبر 2011 میانگین این روزها 32 روز بوده که سرعتی 13% نسبت به افزایش سرعتی 13% نسبت به دسامبر 2010 داشته با میانگین در حقیقت 37 روز. حالا اگر که دوستان عنایت بکنن برمیگردیم دوباره تو استودیو. این آمار نشون دهنده اینه که همچنان در بازار تقاضا زیاده و عرضه کمه. بازار در توانمندیش استمرار داره، ولی خب من شخصا پیش بینی میکنم که انشالله یه مقدار رو به متوازن شدن و بالانس شدن بره. البته پیش بینی
MLS اینه که سال آینده ما یک رشد میانگین سالانه 4% در قیمتها خواهیم داشت. اما برگردیم به مسائل خارج از حرفه خودم که بحث فرهنگی و اجتماعی است و خیلی دوستشون دارم. اگر بخوایم بحث‌های فرهنگی و اجتماعی از دو هفته قبل به این ور رو مرور بکنیم، امروز من داشتم میخوندم در یک سایتی که در بخش نامزد بهترین فیلم خارجی برای اسکار رقابت دو فیلم، یکی موسیو لازار کانادایی و یکی جدایی نادر از سیمین، رقابت بسیار تنگاتنگ خواهند داشت برای اخذ در حقیقت جایزه نامزد بهترین فیلم خارجی. این رو منتقدین مجلات سینمایی کانادایی در حقیقت عنوان کرده. و اما مهمترین رویدادی که در دو هفته گذشته در عرصه فرهنگی کشورمون رخ داد، اعلام انحلال خانه سینما بود از سوی وزارت ارشاد. در حقیقت به نظر من میرسه که ما در برقراری یک دیالوگ سالم و در حل مشکلات عاجزیم. ساده ترین کار اینه که ما به جای حل مشکلات، حل مسائل، اون مسئله و مشکل رو پاک میکنیم و این اتفاق دوباره این بار هم افتاد. و به نظر میرسه اکثر موارد ما، حالا من فقط اجتماعی و فرهنگی رو میگم، اکثر موارد اجتماعی و فرهنگی ما به همین منوال داره پیش میره. به دست اون چماقی که دادن از اون چماق بهتر استفاده میکنیم تا ابزارهای مدیریتی، که همون یکیش دیالوگ برقرار کردن در حقیقت سالمه. اعتراضات و واکنش‌های فراوانی رو بزرگان سینما اومدن از خودشون بروز دادن که مهمترینش مربوط میشد به آقای بهمن فرمان‌آرا، کارگردان بسیار ارزنده سینمای ایران. ایشون 3 سیمرغ بلورین رو که از جشنواره‌های فجر دریافت کرده بود باز پس فرستاد و به عنوان اعتراض در حقیقت این سیمرغ‌های بلورین رو گفت من نمی‌خوام. از دیگر واکنش‌ها مصاحبه بود که آقای مجید مجیدی کرد. آقای مجید مجیدی میگه که من اومدم و با آقای وزیر ارشاد قراری گذاشتم برای 5 بعد از ظهر فردا روزی که بشینیم راجع به این قضایا گفتگو بکنیم. ایشون هم موافقت کرد، اما 24 ساعت قبلش آقای وزیر مسئله رسانه‌ای میکنه، اعلام انحلال رو مطرح میکنه و آقای مجیدی بسیار گله‌مند بود که این قول رو به من داده بودن که تا قبل از این گفتگو برای حل مسئله این قضیه جای درس پیدا نکنه یا به این محکمی ما نریم و انحلال خانه سینما رو اعلام بکنیم. از دیگر کسانی که در سینمای ما اسمی دارن، نامی دارن، آقای اسخر فرهادی بود. ایشون خواستار به رأی گذاری انحلال خانه سینما شدن تا بتونن از این بنبست مسئله رو خارج بکنن. اما یکی از واکنش‌های تند، واکنش بزرگمرد سینما ایران آقای عزت‌الله انتظامی بود که گفت اگر با مدیران خانه سینما مشکل دارید یا داشتید، چرا خانه ما را بستید؟ به نظر من حرف کاملا قشنگ و درست نیست. این مثل این میمونه، حالا من یه خودم اگزاجرش میکنم، یه خودم میام بزرگ نمایی میکنم. مثلا اگر ما با مدیر شهر، با شهردار یا مدیر مثلا فرض کنیم مترو مشکل داریم، نمیتونیم بیایم شهرداری درشو ببندیم یا عرضم به حضورتون در مترو رو ببندیم، یا اگر که با هر سازمانی مثل سازمان آب مثلا اگر با مدیراش مشکل داریم بیایم در سازمان آب ببندیم، آبو تعطیل بکنیم. باید گفتگو کرد، باید مسائل رو نشست و حل کرد. متاسفانه با این وضع حالی که من میبینم به حال فرهنگ و هنر کشورمون باید گریه بکنیم. حالا پیشبینی میشه که 2-3 روز دیگه یه بابایی بیاد، یه آقایی بیاد که بخواد محبوبش بکنن، اعلام بکنه که نه من میام و نمیذارم سینما
خانه سینما منحل بشه که یه درم وادارن براش کف بزنن و هورا بکشن و احتمالا این راه حل هایی که وجود داره و ما میدونیم که به این شکل میخوان یکی رو علم بکنن میان و از اون میخوان که بیاد خودشو چهره بکنه. به هر حال یک نماهنگ در پایان این بخش یک نماهنگی یا موزیک ویدئویی که یادگار ارزشمندی است از همین خانه سینما رو تدارک دیدیم امشب. این ورژن بسیار زیبایی از سرود ایران، میدونم که خیلی از شما اینو دیدید، ولی به هر حال برای اینکه من هم به گونه اعتراض بکنم به انحلال خانه سینما، این یادگار رو در حقیقت پیدا کردم از تو اینترنت. سرود ایران که هنرمندان سینمای ما امروز ما در حقیقت اومدن و این سرود رو اجرا کردن. من از اتاق فرمان خواهش میکنم اگر که این نماهنگ حاضره با هم ببینیمش. راه تو چه ارزشی